بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 13 از ماه ژانویه 2016. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت دوستان هستیم و دو هفته است که در باب مناسبات ایران و انگلیس صحبت میکنیم. اجازه بدید که یک غزل کوتاه از حافظ بخوانم خدمتتون، بعد بپردازیم به این داستان در واقع خیلی خیلی جالب. بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. ثواب روزه و حج قبول اون کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهاد اون که این امارت کرد. یعنی مقام چون خونده بشه. بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل بیا که سود کسی برد کین تجارت کرد. نماز در خمان ابروان محرابی کسی کند که به خون جگر طهارت کرد. فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز، نظر به دردکشان از سر حقارت کرد. به روی یار نظر کن ز دیده منت دار، که کار دیده نظر از سر بصارت کرد. حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد. حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد. میگه آخوندا خداوند لفاظی هستن، لغلغه زبان از الف تا یه مهمل. میفرماید حدیث عشق رو از من بشنو نه از واعظ، اگرچه در فن بیان در واقع استادی از خود نشان میدهد. خدمت شما عرض کنم که یکی دو واقعه بود در این چند روز پیش. یکی این که ما دیدیم از این بشکه های ساخت مرحوم حسین حلبی ساز، اینا درست کردن بشکه مثلا 500 گلونی، از وسط نصف کردن، سرش هم تیز کردن، یه عرض کنم که آدم نشاندن اون تو ریشو با دمپایی. این نیروی دریایی جمهوری اسلامیه، 300 تا 400 تا اینها، یکیشون رست شد، یک وزوزکی هم پرتاب کرد تو آب و عرض شد که گفتن که این موشکش بوده از 5 مایلی نمیدونم چیه ناب هواپیما بمبر آمریکا رد شد، افتاده تو آب. این هم یک سر و صدای عمده‌ای بود که خنده آورم بود. اینا درست مثل مگس که به دور دوم فیل میچرخند، اینها اونجا معلوم است که برای چه این کارا رو میکنن. این مایه آبروریزی. آقا شما که نیرو ندارید که اینها مثلا چه عملی از دست اینها ساخته میشود که اینا پول ملت رو میگیرن میدن سپاه پاسدار که اینا رو بسازید تو آب، بگیم ما داره نیرو دریایی هستیم. دیروزم یه چند تا از این ملوانه آمریکایی رو با احترامات تمام بردن اونجا، عرض کنم حتما چلو کبابای خوبم دادن خوردن، در داخلم گفتن که ما اینا رو دستگیر کردیم، از این سوی چیزای دیگه میگفتن و امروز هم آزاد کردن. خلاصه حکایت خنده آوریست این داستان حکومت آخوندی. خدا عاقبت همه را به خیر کناد. بذارید برگردیم سر موضوع، عرض کنم مناسبات انگلیس و ایران.
که در کل سیاست مملکت به طور کل این مناسبات انگلیس تأثیر داشته، در همه کارهای ما تأثیر داشته، در این وقایع سیاسی تأثیر داشته انگلیس، تا اونجایی که ایرانیان کار رو به انتها رساندن و گفتن هر چه هست تقصیر انگلیس هست، این ضمن اون که از اغراق خالی نیست اما حقیقت هم درش هست، این بود که همه تصمیمات رو برای کل منطقه انگلیس میگیره. ساختار قدرت هم چنان بود که خب لندن رو بود داشتیم ما اونجا که مرکز سیاست گذاری ها بود، و اما اون چه به مشرق زمین مربوط می شد از هندوستان می رفت، گفتن پادشاهی هند در انگلیس، پادشاهی هندوستان، و یک لوردی رو اونجا می گذاشتن به عنوان فرمان روای کل ارز کنم هند، و سیاست های کشورهایی مثل ایران و چین و غیره و اینها از اونها، از اونجا بود که در واقع اداره می شد و مأمورین از اونجا می آمدن. این هندوستان در واقع مطمع نظر قدرت های غربی شد بعد از در واقع روی کار آمدن سلاح های مدرن و کشتی های جدیدتر و اینها، همه می خواستن هند رو بگیرن. خدمت شما عرض کردم که ناپلئون بناپارت بعد از ماجرای انقلاب فرانسه بیشتر اوقات بعد از انقلاب ها دیکتاتور به وجود میاد، در روسیه استالین به وجود آمده، در ایران ما آخوند خمینی و جناب آقای سیدعلی خامنه ای، در فرانسه هم ناپلئون بناپارت و یکی از بزرگترین ژنرال های تاریخ که در واقع از دو سه نفر جهانگیران و نوابق جنگی، این ناپلئون یکی از اونهاست، هانیبال و اسکندر رو هم جز این لیست حساب میکنن که هانیبال سردار کارتاژ بود و داستان زندگیش خیلی خیلی خواندنی است، و عرض کنم اسکندر مقدونی با حدود 10-12 هزار نفر مقدونی توانست تا هندوستان رو تسخیر کند، و ناپلئون در عصر جدید، ناپلئون ضرب المثل هست در میدان جنگ، مرد کوتاه اندامی بود، مشهور است که بیماری معده هم داشت و این دستش رو دائم در این نقاشی ها که هست دستش اینجا بگیم معدشه، مشهور است که احتمالا سرطان معده داشته. تصویر ناپلئون رو لطفا نشون بده امیر جان، من که اینجا نمیبینم، نشون بدهید که هموطنانی که با آقای ناپلئون بناپارت آشنا نیستن اقلا تصویرش رو ببینن. و با اروپا به حال جنگ افتاد و اتحادیه ها رو پشت سر هم شکست میداد. یک نامه به جوزفین نوشته است، این عاشق جوزفین بود، داستان های در واقع عاشقانه ناپلئون هم خیلی خیلی مشهور هست، و در اون نامه میگوید من همین امروز 3 امپراتوری رو در یک جا شکست دادم. یک همچه سرداری بود ناپلئون، و اروپایی ها یکی پس از دیگری اتحادیه تشکیل می دادن و شکست می خوردن تا رسیدیم به واترلو. بله حالا من می بینم ناپلئون رو در جنگ واترلو هست که در واقع ناپلئون شکست خورد و در واقع داستان زندگیش در همونجا دیگه تمام شد، بردن و انگلیس ها او رو در جزیره سنت هلن اونجا به صورت زندانی نگه داشتن و در همونجا فوت شد. حالا در باب این جنگ واترلو، خیلی جنگ مشهوری است، و چرا ناپلئون شکست خورد، از ولینگتون و بلوخر سپهسالار آلمانی بود در سن 70 و چند، و ویلینگتون
که اینها نیروهای متحد بودند علیه ناپلون در نبرد واترلو. فتح علی شاه بی عقل ما نشسته در خاورمیانه و همسایه ما روسیه است. روس ها بدترین همسایگان ما بودند. ما جنگ ها داشتیم با اینها در چند قرن اخیر، از صحبت که صفویان با اینها جنگ کردن، روس ها رو شکست دادن به حدود سال 1600 و اندی، و زمین های بخش شرقی یا بخش غربی از طرف دره مازندران رو از اینها گرفتن. و بعد که سقوط شد حکومت صفوی، روسا آمدن گیلان و بخش های شمال مملکت رو همه رو گرفتن برای خودشان، تا اینکه نادرشاه افشار پیدا شد. بله، این فتلی شاه سنشون با اون ریش. و نادرشاه که پیدا شد، اینها از وحشت شمشیر نادری گریختن و مملکت رو تخلیه کردن، تا میرسیم به جنگ های روزگار قاجار. اینا جنگ های بیموردی بوده، جنگ بیهودهی بوده. این جنگ رو در واقع آخوندها بنیاد کردن و عرض کنم که شایع بود که روزها رفتارشون با مسلمانان منطقه قفقاز اینها خوب نیست. اینها هم حکم جهاد دادن. این فتح علی شاه مرد بیعقلی بود، وارد جنگ شد با روزها، در حالی که ما نه از حیث به قول قدما گفت نه به عدت نه به قدرت می توانستیم با روزها جنگ بکنیم در اون مقطع، در حالی که در روزگار فرض کنید آقا محمد خان ما هنوز روزها رو می توانستیم شکست بدهیم. اما فرماندهی فتح علی شاه و رقابت پسرانش و هزار فساد دیگر که در دستگاه او بود ایجاب نمی کرد که ایران با روس وارد جنگ بشه و بعد این همه سرزمین های آباد و فرهنگی که اینها در واقع عظمت ایران به خاطر این سرزمین ها بود، سرزمین های حاصل خیز ماورا ارس و اونسو، اینا همه رو خلاصه از دست دادن. باری در بحبوحه جنگ هست که چون ما دو دوره جنگ داریم، دوره اول که حدود بین 12 تا 13 سال طول کشید و منجر شد به عهدنامه گلستان، و دوره جنگ دوم خیلی کوتاه بود به یک سال هم نرسید و عهدنامه ترکمانچای و در واقع جدا شدن یک سوم از بهترین سرزمین های ایران بابت بیعقلی و این فتحعلی شاه قاجار. بله، در همین روزگار بود که ناپلئون نقشه می کشد که به هندوستان حمله بکند و حتی در بین جنرال هاش گفته بود ما ممکن است به مغولستان هم یه سری بزنیم. بسیار متکی بود به خودش ناپلئون و تا اونجا که به خاورمیانه مربوط است مصر رو گرفت. میدونید که ناپلئون و اونچه دانش اورینتالیسم یا شرق شناسی گفته میشه از اونجا شروع شد، چون ناپلئون که به مصر آمد گفته بود که ما به یک سرزمین قدیمی و فرهنگی میرویم و تعداد زیادی دانشمند با خودش آورد و این منجر شد به خوندن، عرض کنم که این بازمونده های هیروگلیفیک بر روی در و دیوار و خیلی چیزها کشف شد که در واقع این داستانهای تورات هیچ کدام صحت نداره، یعنی هیچ اتفاقی در اونجا نیفتاده، برای موسی وجود نداشته و ابراهیم وجود نداشته بود، که از این همه داستان و قصص و میتولوژی قوم یهود هست. اگر چنین می بود واسی صد نوشته در اونجا بود. حالا وارد این داستانش من نمیشم. ناپلئون در جنگ فینکنشتاین، از اردوگاه فینکنشتاین قرارداد میبنده با ناپلئون، با فتح علی شاه قاجار، که فتح علی شاه قبلا خودش یک نامه نوشته بود و
ناپلئون وقتی نقشه دنیا رو گذاشتن روش نگاه کرد، دید بهترین راه این است که از ایران لشکر بشه بکشه، و چه بهتر که ایرانیان هم با اون کمک بکنن، چون راه ها رو بلد هستن، سپاه هم دارن، به اتفاق در واقع در زیر دست او بروند و هندوستان را از چنگ انگلیس ها در بیاورند. و این گرانبهاترین الماس ها بر تاج استعمار انگلیس هندوستان بوده که تا عصر جدید ادامه داشت این استعمار، و هرچه داشتن و نداشتند غارت کردند. شما از کجا میفهمید؟ از اونجایی که وارد موزه دهلی بشوید. موزه دهلی که پایتخت هندوستان هست، شما انتظار دارید که گرانبهاترین انتیک ها رو اونجا ببینید. هیچی در این موزه نیست، چون همش انگلیس ها دزدیده بردن. یک کمان شکسته به دیوار هست، یک تبرزین دستی که گفتن تبرزین نادرشاه هست، و چیزی ما ندیدیم در این موزه. که از این 10 الماس جهان تعداد، یعنی درصد بالایش الماس های هندوستان هست. این همه که اینها در واقع هند ثروت داشت، اینها همه رو انگلیس ها غارت کردن در طول مدتی که در اونجا بودن. و از این موزه میشه و فهمید که هند رو دوچار چه فقری کردن. اینها بماند. ناپلئون میخواست که این کار رو انجام بده. انگلستان هم فرانسوی ها رو از اونجا بیرون رانده بود و یک پادشاهی نیرومندی در اونجا و قرار ساخته بود، و کشورهای مشرق رو در واقع از هندوستان بود که اداره می کرد. و مردی به نام سر جان ملکوم فرستادن، یه عهدنامه هم با این آقا بست، به شرحی خدمتون گفتم که یک پادشاه افغان بود که بسیار شجاع بود، بادشاه، و اینها برای اینکه وحشت کرده بودند که نکنند از این سو مورد خطر قرار بگیرند، با فتحعلی‌شاه قراردادی بستن و ایشون هم کمک کرد. و خلاصه اون پادشاه افغان که از اولاد احوال یک سردار، یکی از سرداران نادر بود، اونم از بین رفت و اینها. و انگلیس ها گفتن که بسیار خوب، هند همسایه ایران هست، ما بایستی یک کاری بکنیم، و اون این که استقلالی، یعنی این خاک افغانستان رو به عنوان یک بافرزون به قول خودشون اینجا به وجود بیاوریم که کسی نتواند از ایران حمله بکند. در واقع این قرارداد بستن این آقا با ناپلئون سبب شد که بخش های بسیار قدیمی که از افغانستان روز است و جز ایران بود، اینها را هم انگلیس ها جدا بکنن. تا زمان محمدشاه ادامه داشته، و زمانی که محمدشاه قاجار لشکر کشید برای هرات، مدت ها بعد از فتحعلی‌شاه انگلیس ها لشکر کشیدن به خلیج فارس که یا شما بر میگردی یا ما خوزستان رو میگیریم. خب این بیچاره شاه، بیچاره قاجار چاره نداره جز که برگرده، و چون انگلیس ها احتیاج داشتن که این سرزمین مستقل باشد، لااقل جلو ایران رو بگیرن. آمد و یک عهدنامه نوشت در اردوگاه فینکنشتاین آقای ناپلئون بناپارت، در حاوی 16 ماده که براتون چند مادهش رو خوندم. و ماده اول میگوید بین اعلی حضرت امپراتور فرانسویان و پادشاه ایتالیا و اعلی حضرت پادشاه ایران صلح و دوستی و اتحاد دائمی برقرار خواهد بود. حالا آدم واسه عقلش بسیار کم باشه که با یه دیکتاتوری مثل ناپلئون که دائم در میدان جنگه بخواهد که قرارداد دوستی دائم ببنده که هیچ دانسته نیست این مرد امروز شکست میخوره یا فردا شکست میخوره، و بعد دو دشمن قوی پنجه رو که در همسایگی هستن اینا رو از خود خشمگین بکنی که میخوای با یه دیکتاتور مثل ناپلئون قرارداد دوستی ببندی. بله، بعد میگوین اعلی حضرت امپراتور فرانسویان و پادشاه ایتالیا استقلال ممالک حاضره اعلی حضرت پادشاه ایران را ضمانت می نماید. اینم خیلی خنده آوره که اون از فرانسه میخواد
ضمانت کنه که در واقع استقلال این آقا رو. خلاصه این 16 ماده است که نوشته و ناپلئون به قلم خودش امضا کرده و از این اسناد تاریخی مناسبات ایران با اروپا است. و بعد از اینکه این قرارداد تحریر شد، ناپلئون آمد و یک ژنرال فرستاد و این بسیار مهم بوده، این آمدن فرانسویان خیلی چیزها به ایرانی ها یاد دادن، همین ژنرال گاردان که اومد و اینها. دستوراتی نوشته که من از فینکنشتاین، یکی از کسانی که بیشتر بهش اعتماد دارم، به نام ژنرال گاردان رو میفرستم اونجا. بله، آقای سرتیپ گاردان میگوید باید به اسرع اوقات ممکنه به ایران برسد و 15 روز پس از ورود قاصدی و یک ماه بعد یکی از صاحب منصبان همراه خود را به فرانسه روانه کند و دستور داده است که شما بایستی به ایرانی ها براشون توپ بسازید. عرض کنم که دژهای مستحکم در شمال ایران بسازید، تعداد حدود 10 تا 15 هزار قبضه تفنگ سرنیزه دار در اختیار اینها بگذارید و پولش رو هم بگیرید. و ناپلئون توضیح میدهد که اگر ما به اینها میگوید که این 500-600 هزار فرانکی که ما بابت این تفنگ ها از ایرانیان بگیریم، دردی از ما دوا نمی کند، اما اگر اینها پرداخت بکنن، یک قدرش را میدانند و دو طرز استفاده از اون رو یاد میگیرند و فایده دارد که پرداخت بکنن، برای ما هم خوب است که پول این اسلحه رو از اینها بگیریم. بعد میگوید آقای سرتیپ گاردان باید به ایرانی ها در عملیات نظامی تمام تعلیماتی را که به تجربه یافته بیاموزد و در این مرحله به شاهزاده عباس میرزا فرمانده و معتمد علیه قشون دست اتحاد دهد. باید ایران در سرحدات روسیه به تعرض شدید مشغول شود و از این موقع که روس‌ها به علت فرستادن یک قسم از قوای خود به اروپا قوای اردوی قفقاز را ضعیف کردن استفاده نماید و با قشون و تبلیغات و ولایات را که روس‌ها منتظر نمودن پس بگیرن. در همون این درست در قوای جنگ اول هست، قفقاز رو گرفتن، گرجستان رو گرفتن. امید فتلیشاه این بود که یک امپراتور بزرگ مثل ناپلئون میاد و این زمین‌ها رو پس می‌گیره و به ایرانیان پس خواهد داد. چون این امیدی داشت بیچاره فتحعلی شاه، چنین امیدی داشت. در اون موقع وضعیت بین روس ها و فرانسوی ها البته بد بود و بعد الکساندر اول که پادشاه یعنی امپراتور روس بود با ناپلئون به جنگ افتاد و بلافاصله هم شکست خورد و این دو عقد برادری بستند. با هم خدمتتون عرض میکنم داستانشو. بله، بعد میگوید آقای سرتیپ گاردان باید جهد وافی مبذول دارد که ایران و عثمانی تا حدی که ممکن است در عملیات نظامی بین دریای خزر و بحر سیاه بر علیه روسها به توافق هم قدم بردارن، زیرا که نفع هر دو مملکت یکیست و روسیه به علت وسعت بیابانها و اراضی منجمده مملکت خود چشم طمع به اراضی حاصلخیز و خوش آب و هوای همسایگان جنوبی دوخته و آنها را در معرض تهدید قرار داده است. راست میگوید، روسیه مملکت خیلی بزرگی است، اما بیشترش منجمد و یخ بسته و از کنم که اینا نیست. این است که چشم داشت به سرزمین های اطراف دریای خزر که اینها رو گرفت متاسفانه و هر بلایی به روز مملکت ما آمده است، از دست یک دیکتاتور آمده. یک شخصیت بزرگ ما داریم، ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، شاعر، نویسنده، بله، فرزند میرزا عیسی فراهانی، که این مرد در جلسه ای که در تبریز گویا برقرار شد گفت آقا ما حریف روس ها نیستیم، این کار رو انجام ندین. به کسی گوش به حرف این مرد بزرگ نداست. اون همون کسی است که میگوید
گوده ملا لوده خداست، این عبارت مشهور اوست. یعنی معده آخون ظرف انگورکشی خداست، هر چی تو میریزی سیر نمیشه، هر چی میگوید هر قدر در آن میریزی یا به اون میدهی حلما مزید میزنه، میگه کممه باز بریزی. آخونشناس خیلی خوبی بوده، بله، و هم کسی گوش به حرف او نمیداد و آخوندها بودن در واقع که تحریم میکردن. باری به گاردان دستور میدهد که این کار انجام بده و اون کار انجام بده و این جنرال رو، این جنرال لایق رو با 70 نفر دیگه کارشناسان ارشد به ایران فرستادن و حقیقتا این فرانسویان که اومدن با صداقت تمام مشغول شدن به سازندگی در ایران، به سازندگی در ایران و طریق توپریزی و از کنم اسلحه سازی، ساختن دژهای محکم و تاکتیک های جنگی، اون چه آموخته بود و میدانستن اینها جنرال گاردان به ایرانی ها یاد داد. و یک چیزهای جالبی هم می نویسیم، اینا وقتی برگشتن خاطرات خود رو تحریر کردن. یکی از اینها می گوید که یکی از این جنرال های که همراه بوده می گوید عیب کلی ایرانیان، عیب کلی اعیان ایران که بر طرف کردن آن مشکل می نماید حرص ایشان است. پول در این مملکت معبود ملی است. بهترین طرحها اگر اندک معارضه با منفعت فلان وزیر داشته باشد زیر پا می رود. جنرال گاردان می نویسد مردم اینجا همه فوق العاده پول پرستند، متاسفم واقعا که هنوزم هستن، پول پول پول، همه چیز برای ما پول. در تاریخ هیچ مملکتی این حجم کتاب در نفی جهان مادی نوشته نشده و در هیچ کشوری این تعداد پول پرست که در مملکت ما هست به چه قیمتی؟ به قیمت فروش وطن، به قیمت فروش آزادی، به قیمت فروش حیثیت، به قیمت گرفتن و شکنجه کردن بچه های ایران. این پول پول پول، بله، این فرانسوی ها این صحبت رو نزدیک 200 سال پیش کردن در باب ما و درست گفتن، و درست گفتن. ما روز 31 ژانویه بین ساعت 3 تا 5 در پترولیوم کلاب هستیم در شماره 100 نورث برادوی، شماره 3400 در اوکلاهاما سیتی، اوکلاهاما. تلفن اطلاعات، این تلفن دوست عزیزم آقای علوی است، 405-760-26-37. خب برگردیم سر داستان ها و این اشاره به پول پرستی ایرانیان. پول پرستی هرچه ما جلوتر اومدیم پول پرستی بیشتر شد در زمان قاجار، به جهت اینکه جنس لوکس فرنگی وارد شد و امروز هم چنین است. یعنی همه آرزوها این است که یک اپلی داشته باشیم، یک ماشین پرشی داشته باشیم، نمیدونم نم چی داشته باشیم. این جنس های لوکسی که آمد شروع کردن تمام در واقع سرمایه فرهنگی مملکت که کتاب های انتیک بود و کتاب های منقوش بود و هزار جور هنر که در ایران بود، که بازارهای ایران، کریستنسن میگوید و این بازارهای ایران به موزه است، هر چه ساخت دست ایرانی بوده وارد این بازارهاش گذاشتن برای فروش موزه است. میگوید که یک همسایه من دارم اینجا اونقدر سکه اشکانی و ساسانی اینا خریده که در موزه های اروپا نیست و اینا میرون از سفارتخانه خود پول قرض میکنن که بیان بیشتر بخرن. همه چیز عرض کنم که پول شده است و پول بوده است و پول خواهد بود. باری اینا هم فهمیدن. میگوید که گاردان میگوید که مردم اینجا همه فوق‌العاده پول پرستن. پیداست که این یک صفت مذمومی بوده نزد فرانسویان در اون روزگار،
خلاصه بماند. اجازه بدید که من این معادله قدرت رو در اون روزگار خدمتتون مطرح کنم. ما یک فرانسه داریم، ناپلئون، یک حکومت روسیه داریم که دست پار بوده، بعد به الکساندر اول رسیده. قدرت انگلیس رو داریم در هندوستان. اینجا ایران در این میانه در واقع وجه المصالحه منافع این قدرت های بزرگ شده. از یک سو ناپلئون میکشیده، از یک سو انگلیس ها میکشیدن. دو شخصیت رو باید نام ببریم، سر جان ملکوم یکی هست و سر هاردینگ، سیاستمدار انگلیسی، که اینها در واقع یکیش مأمور خود فرمانده کل قوا بود و دیگری مستقیم از لندن، اومده بود، سر هارپر جونز. و بعد از اینکه در واقع جنگ در گرفت بین روسها و ناپلئون، نبردی در گرفت و بلافاصله ظرف چند ساعت روسها شکست خوردن و بلافاصله این جنگ و این دشمنی تبدیل به دوستی شد. سر یک پلی ناپلئون از یک سو، الکساندر از یک سو آمدن، همدیگر رو در آغوش کشیدن و به طور کل قصه عوض شد و قرار شد که این دو امپراتوری بزرگ بالاتفاق اینها بیایند و از همین طریق ایران بروند و هندوستان رو بگیرند. بنابراین موضوع فتح علی شاه دیگه مهم نبود، در حالی که انگلیس رو دشمن خودش کرده بود و انگلیس ها هم به طرح نقشه پرداختن که چه بکنن. این است که و در همین حال آقای جنرال گاردان مشغول به کار بود. اینها داشتن همون قلعه ها رو می ساختن و اسلحه ها رو داشتن می ساختن چنین و چنان، اما دیگه برای ناپلئون اهمیتی نداشت. آخرین فرستاده ای که فتح علی شاه فرستاد پیش ناپلئون، شمشیر امیر تیمور و شمشیر نادرشاه رو فرستاد. حالا توضیح نمیداد که سرنوشت این دو شمشیر چی شد. خدمت ناپلئون، ناپلئون به طور کل دیگه براش اصلا قضیه فتح علی شاه مطرح نبود و این فرانسویان در واقع بدون اجازه ناپلئون، ژنرال گاردان بساطش جمع کردن و اینها فرانسوی ها از ایران رفتن در واقع و فتح علی شاه رو تنها گذاشتن. امید فتح علی شاه این بود که از فرانسوی ها کمک بگیره و سرزمین ها رو پس بگیره. عرض کنم که و فرستاده انگلیس رو عرض می کنم که سر جان ملکوم رو نپذیرفت. انگلیس ها گفتن بهتر این است که ما دوباره آدم بفرستیم، دیپلمات بفرستیم و با فتح علی شاه قرارداد جدید بفرستیم و نگذاریم که در واقع از اون طریق اتفاقی برای انگلیس بیفتد. برای هندوستان همین سر جان ملکوم رو باز فرستادن اونجا، اما فتح علی شاه تو حال هوای ناپلئون بود، با توهین با این رفتار کردن فرستادن. و یک شخصیت دیگری بل استقلال از هندوستان هم از سر هاردی جونز عرض کنم که آمد و وارد دستگاه فتح علی شاه شد و خودش شروع کرد با فتح علی شاه قرارداد نوشتن و یک قرارداد مفصلی نوشت. داستانش خیلی جالب است، از اینجایی که ما در واقع روحیات فتح علی شاه رو هم ما بشناسیم. وقتی که این آقا وارد شد با هیئت انگلیسی برای نوشتن قرارداد، اینجا نوشته است اینجا که داستان چگونه بود. میگوید که این رو آقای جونز در حضور فتح علی شاه گفته است، میگوید که اعلی حضرت ها،
پادشاه مطبوع من برای تجدید روابط اتحاد و یگانگی که از سالیان دراز بین پادشاهان ایران و انگلستان برقرار بوده مرا به آستان بلند مرتبه اعلی حضرت شاهنشاهی رهانه روانه نموده است و مأمورم نیات صمیمانه شهریار خود را به سمع ذات مقدس ملوکانه برساند. بله، اینو سر هارپر جونز میگوید. این مأموریت مهم و خدمت بزرگ که به من محول شده، اون را پیوسته برای خود در تمام ایام زندگی یک نوع افتخار بیمانند و سعادت دائمی تصور خواهم نمود و حال که این نامه پادشاه محبوب خود را تسلیم می نمایم، امید و اطمینان کامل دارم که تحت عنایت و الطاف بیپایان اعلی حضرت شاهنشاهی واقع خواهم شد. حالا طرز وارث شدن اینها چگونه بودم داستانی است. این هدایایی که از طرف پادشاه انگلیس آورده بوده که یک الماس 64 فقیرات بوده و چند چیز دیگر بوده و انفیه دان بوده و اینها بماند، که اونم توضیحش در اینجا هست. میگوید آرزومندم خداوند متعال که تمام سوانح روزگار در ید قدرت اوست، در ازدیاد سعادت و اقبال شاهنشاهی نظر مخصوص عنایت فرماید و امید است که دوستی و اتحاد و یگانگی و منافع ایران و انگلیس از این به بعد ثابت و توأم و برقرار باشد. پادشاه ایران پس از آن گفت که دوستی این دو مملکت قدیمی است و امید است که بعدها این دوستی روز به روز زیادتر گردد. بعد شاه سوال کرد، یعنی فتح علی شاه، برادر من پادشاه انگلستان حالش چگونه است؟ دماغ چاق است؟ احوالش خوب است؟ بعد سوال کرد آیا شاه فعلی انگلستان پسر شاه سابق است که اتباع او با ایران رابطه داشتند؟ وقتی که گفته شد این همان پادشاه است که در آن زمان همسلطنت می کرد، بعد شاه گفت عجب، فرانسوی ها در این باب هم دروغ گفتند. و فرانسوی ها به دروغ آمده بودند و گفته بودند که شاه انگلیس مرده و عرض شود که دروغ پتلیشا گفته بودند. از این نظر سوال کرد که اون زنده است یا مرده. این پسر همونه؟ گفتن آقا این همونه، موضوع پسر پدر نیست اینها. بعد اینجا نام برده از رجال ایران که در اون روزگار بوده، اسم قائم مقام رو اینجا برده و عرض کنم که هدایایی که هست و اینها بماند. آمده و دیگه ناامید شده فتلیشا و عزیز و با سر آرفورد جونز قرارداد بسته. اون یکی عرض کنم که سر جان ملکوم حسادت کرد و خیلی بدش آمد که چگونه او رو راه ندادن به دربار پادشاه ایران، اما این رفته قرارداد بسته به فرمانده کل قوای چیز انگلستان در هند، گفت که اینطور عمل نمی کند، ما بایستی با نیروی بحری یعنی نیروی دریایی برویم و قسمتی از خاک ایران رو بگیریم و فتحعلی شاه رو مجبور کنیم که با ما قرارداد دوستی ببنده. اون هم پذیرفته بود. اینجا یه سیاست دوگانه به وجود آمد، یک آدمی که در واقع از انگلیس اومده بود، این خیلی کم اتفاق می افتاد، یعنی از خود لندن آمده بود، یک آدمی که زیر دست فرمانده کل قوای انگلیسی ها در هند کار می کرد. اینا بینشون اتفاق نظر نبود و به این آقا برخورده بود. این فرمانده کل قوا هم نظر سرجان ملکوم رو پذیرفته بود که لشکرکشی بکند. نامه تند و بیادبانهی به همون آقای جونز نوشت که شما بیخود کردی اونجا رفتی و نوشت نشستی قرارداد کردی. اونم نوشت من مأمور دولت انگلیس هستم، مستقیم از لندن آمدم. خلاصه داستان خنددارم شد، چون دوباره سر ملکوم رو باز فرستادن به ایران و رفتار این دو نفر در دربار فتحعلی شاه باعث خنده ایرانیان شده، و چون اینا خیلی به هم بد میگفتن و البته به انگلیسی ایرانیان فکر میکردن اینا دو تا از کشور مختلف آمدن. باری اینجا حالا
دیگه این عربیاتی که نوشته است اینا به درد ما نمیخورد. اینجا قرارداد فتح علی شاه هست با دولت انگلیس می نویسه. ماده اول میگوید نظر به این که مدتی وقت لازم است تا این که یک معاهده مفصل برای ایجاد اتحاد و یگانگی کامل بین مملکتین مرتب و مقرر گردد و نظر به این که اوضاع و کیفیات فعلی دنیا ایجاب می کند که این مقررات و ترتیبات فوری و بدون فوت وقت برقرار گردد، لحاظا نمایندگان مختار طرفین قبول می نمایند که مواد ذیل برای مقدمه و اساس یک معاهده مفصل و دائمی بین دولتین ایران و انگلستان برقرار شود و علاوه طرفین قبول می نمایند که معاهده مفصل مذکور که حاکی نیات و تعهدات طرفین است و به امضا و مهر نمایندگان فوق الذکر و عطا می رسد اساس اتحاد و یگانگی طرفین معاهدتین خواهد شد. بله، یه روز در میان قرارداد می‌بستن، قدرت های بزرگ هم متناسب با وضعیت خودشون و در واقع منافع خودشون این قرارداد زیر پا می‌ذاشتن، اینا می‌نوشتن ابد مدت برای همیشه بماند. خب میگوید که معاهده سوم رو میخونه خدمتتون. اعلی حضرت پادشاه ایران لازم میداند اعلام کند که از تاریخ این عهدنامه مقدماتی یا مجمل هر قرارداد و هر عهدنامه ای که با هر یک از دول اروپا منعقد نموده باطل و لغو میباشد و اجازه نخواهد داد که قشون دولت اروپایی هر دولتی میخواهد باشد از ایران عبور کند و یا به طرف هندوستان یا به طرفی که از بنادر و مملکت دستپار شود. این قلب ماجرا بوده، قلب این قرارداد این است که دولت ایران اجازه نده ناپلئون از اون سو بیاد، که حالا قرارداد بسته با الکساندر که اینها از این سو بیان و عرض کنم که برن به هندوستان. این قرارداد رو داره با این جناب مستطاب، جناب آقای فتلی شاه قاجار عرض کنم که میبنده. بعد میگوید هرگاه بین دولت علیه ایران افغانستان جنگ واقع شود، اعلی حضرت پادشاه انگلستان را در اون میان دخالتی نخواهد بود مگر اینکه به میل طرفین واسطه صلح شود. طرفین متعهدتین تصدیق نمایند که نیت باطنی و مقصود اصلی از این مواد مقدماتی برای دفاع می باشد و همچنین تصدیق می نمایند مادامی که این مواد مقدماتی معاهده به قوه خود باقی است، اعلی حضرت شاهنشاه ایران داخل در قراردادها و معاهدات نخواهد شد که در نتیجه آن برای پادشاه زیجاه انگلستان دشمنی بار آورد و یا بر ضرر و صدمه متصرفات انگلستان در هندوستان تمام شود. اینا همه نگرانی و همه بیچارگی و همه این سر صداها خدمت شما عرض کنم که بر سر هندوستان بوده است. باری این قرارداد رو آقای سر هارفورد جونز با فتحعلی شاه بسته و چون نماینده مستقیم انگلیس بوده مجبور شده فرمانده کل قوای انگلستان در هندوستان هم این قرارداد رو در واقع بپذیره. حالا مراتب مربوط به عرض کنم که دوستی انگلیس با روسها هم در واقع بعد پیش آمد و اینکه اینها در نوشتن قرارداد گلستان دست داشتن و در واقع نقش داشتن انگلیس ها در از دست رفتن اراضی ایران در این دو جنگ بدفرجامی که بعد پیش آمد. موضوع حمله به هندوستان از طریق ایران هم با شکست ناپلئون در جنگ واترلو یک سره از میان رفت و فقط تنها چیزی که ما دشمنی انگلیس بود و عرض کنم که زیانهای ناگفتنی که بعد از این دو جنگ پیش آمد و جدا شدن
اراضی زرخیز ایران وسعت قریب 600 هزار کیلومتر مربع. امیر جان ما چقدر وقت داریم؟ ساعت تمام شده، پس من زیاده از حد رفتم، من نمیشنیدم صدای شما رو. بله امیر جان گفتن که تمام شد، یعنی وقت به پایان رسید. هموطنان گرامی از توجه شما سپاسگزار هستم، از امیر در اتاق فرمان همچنین تا برنامه بعدی. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد. بزنید.